خب از زانو برنده دیدین که واقعا نظیر جان خیلی زحمت کشیده بود و خیلی برف زیاد بود، هوا سرد بود، چطور؟ واقعا برف زیاد بود، طبعا زمستان بود و جنجالای خدا داشته چیزی که در خلنامه بود باید برف زیاد می بود و یعنی هم در حالت بارش می بود و هم همه جا باید سفید پوش می بود. آها بسیار خب مشکل بود. خب طبعا دیگه یک کار با ارزش بود، ما دیدم واقعا خیلی جالب بود. از فیلم چانس بر ما بگو، در این وقتا خیلی غوغا برپا کردی هر جای و همه جای نام خودت هم سر زبان هاست. زمانی که فیلم چانس برات پیشنهاد شد واقعا چقدر خواستی که در این فیلم نقش بازی کنی و یا احساس شما میکردی که گاهی برات از عارف نوری بیا یک پیشنهاد که در فیلمش نقش بازی کنی؟ وقتی که این فیلم برام پیشنهاد شد از طرف آقای عارف نوری کارگردان جوان افغانستان، من بسیار متعجب شدم که ایتو یک کارگردانی که مشکل پسند و خوش سلیقه است من را انتخاب کنم و من خوشحال شدم. خب بالاخره در این فیلم من کاست شدم. خب بدون شک عارف نوری واقعا کارش متفاوت است و خیلی عالی فیلم مثل زواروش فیلمسازیش من خودم خیلی دوست دارم. چگونه در ست چقدر صمیمیت ها را دیدی و چقدر با هم صمیمی بودن از تیم تخنیک گرفته تا کرکترهای مرکزی؟ واقعا چقدر بینتان محبت ها ایجاد شد و چقدر از ست راضی بودی، از کارگردانت راضی بودی در فیلم؟ به نظر من تیم فیلم چانس یک الگوی خوب میتونه باشه برای سینمای افغانستان. واقعا یک تیم پرکار بود و صمیمیت هایی که داشت ما بین هم کارگردان هم روی بازیگرا و همگی با هم یک صمیمیت خاصی داشتیم که ما هیچ خستگی را هیچ نمیفهمیدیم. واقعا میخواستیم که هر روز شوتینگ کنیم به خاطر همین صمیمیت ها بود دیگه. واقعا همون محبت ها که در ست بود ما را وادار به این میساخت که زیاد کار کنیم و هر روز شوتینگ بگیریم، حتی خستگی را ما نمیفهمیدیم در فیلم. خب نظیر جان بدون شک خودت در فیلم خوب بازی کردی، به نظرت کدام کرکتر در این فیلم تانست که از نظر خودت خوب بازی کنه و نقش خودت برجسته بسازه؟ ما یکی از کرکترها نقش بسیار خوشم آمد فرشته عالمی بود که واقعا با این که اولین بارش بود تانست نقش خودت به خوبی ایفا کنه و کسی که نفهمه فکر میکنه که سالها در سینما بازیگر بوده. و همچنین آقای عرفان صافی که واقعا تاپ هستن اینا دیگه، همه تیم خوب کار کردن و واقعا جای افتخار است برای من که من در همچین فیلم کار کردم. آها خب بدون شک واقعا تیم چانس یک تیم متفاوت بود و هر کسی که در این فیلم نقش بازی کرد واقعا خیلی خوب و عالی، عرفان خان صافی، فرشته عالمی و فواد گلبرگ، قیس بی و دیگر دوستایی که در این فیلم نقش بازی کردن واقعا یک امید تازه بر سینمای افغانستان شدن که واقعا خیلی جای افتخار است که همچون کرکترها را ما در سینمای خود داریم. خب خودت چی اس کردی زمانی که فیلم ساخته می شد؟ از نقش خودت چقدر راضی بودی؟ آیا نقشی را که برات پیشنهاد کردن خودت دوست داشتی که همون نقش بازی کنی یا کسی دیگه را میخواستی نقش بازی کنی؟ خب من خودم فکر نمیکردم بتونم این نقش خوب بازی کنم به خاطر که کرکتر سمیر که من نقش او را بازی میکردم با شخصیت من بسیار متفاوت بود. سمیر یک کسی بود که یک مترک ورازه از قرن آران زیر پایش بود و دریوری میکرد از قرن آران با؟ بله. و دیگه برای من بسیار مشکل بود که من بتانم با این شخصیت جور بهم، اما خوشبختانه تانستم و وقتی که فیلم خلاص شد عارف جان نوری از بازی ما راضی بودن. زمانی که موتر انتخاب کردین به خاطر فیلمتان واقعا در تیله چالان میشد یا در به خاطر کمیت بودن فیلم همچو کارا میکردین؟ واقعا موتر در تیله هم چالان میشد و بعض وقتا خاموش میشد، مگر ماشینش توربو بود و یک مشکل خورد داشت دریانوش بود. دریانوش بود یعنی تیل زیاد میخورد؟ بله بله. خب با مو خاطر فیلم که البته در فیلم خان در فیلم
در فیلم چانس زن چون سوژه سر سینماست یک فیلم فلاپ میشه به خاطر اینکه فکر کنم مو تمام پول سر فیلم زده بودن اما تا سر موتر البته. خب تشکر. با این کارهایی که در آخر صورت گرفته واقعا سینماگران خیلی تلاش میکنه که یک کار متفاوت انجام بده. آینده سینما را چگونه پیش بینی میکنید؟ آیا ما رو به پیشرفت هستیم یا اینکه سینمای ما دچار مشکلات خواهد شد؟ با وجود همچین فیلم های خوب مثل سکوت، چانس، فیلم حسن، سلطان، من مطمئن هستم که سینمای افغانستان جایگاه خودش پیدا میکنه و همچنین کارگردان های خوش سلیقه را که ما داریم در اواخر و نیروی جوان همی باعث میشه که ما کارهای متفاوت کنیم و انشالله آینده خوبه برای سینما خواهد بود. خب بدون شک واقعا امید خیلی زیاد است برای آینده سینمای افغانستان و تشکر میکنم از خودتان که در برنامه ما حاضر شدی و در خدمت بیننده عزیزت بودی. خواهش میکنم. تشکر میکنم از تلویزیون آینه که مرا به این برنامه دعوت کردم، همچنین از خودت و استیان سادات. قربانت، تشکر. خب عزیزان بیننده، این بود برنامه ما که تقدیمتان شد. تا برنامه بعد شما را به خداوند یکتا امانت میکنم. الله نگهدارتان.